بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من صلات شی و بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من البرکات شی و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من السلام شی. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و ناظرین شبکه هادی تیوی. با برنامه و وقت بیداری مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و به رسم سه‌شنبه ها با برنامه احکام در کنار شما هستیم، در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، درود خداوند بر شما باد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی هر جایی که هستین، سلام و درود خداوند بر شما، موفق و پیروز باشید و ما و همکاران از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نفرمایید، در خدمت هستیم. خوب است انشاءالله، الحمدلله، خیلی خوش آمدید، سلامت باشید انشاءالله، موفق باشید. تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. تقریبا در ایام دهه فاطمیه قرار گرفتیم، انشاءالله که نام ما و همه بینندگان در زمره عزاداران حضرتش قرار بگیرد. سوالاتی در خدمتتان هستیم، بینندگانمان مهربانی کردند و به پل ارتباطی برنامه به نمبر مثبت 964-780-255-43 به تماس شدند و وظیفه برنامه ای هستش که به هر حال اجابت کنه سوالاته. مثبت 49-15-22-4 نمبر آخر 86-99 هموطن عزیزمان از کشور آلمان در مورد همی ایام سوال کردن که آیا دهه فاطمیه که مرسوم هست از چه روزی شروع میشه، چه روزی ختم میشه، اگه مهربانی کنه. بسیار خوب، خدمت بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوه و همه بینندگان عزیز، باید عرض کنیم که دهه فاطمیه بنابر روایاتی که شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مقدار اختلافی است، چون تعدادی که روایات شده در چه مدتی بعد از شهادت و رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن مختلفه، حتی تا 18 قولم گفته شده که در چه، یکی گفته در 45 روز، یکی گفته در 60 روز، یکی گفته 75 روز، 95 روز، اختلاف زیاد است. اما اونچه که خیلی به تعبیری معروف و مشهوره بین شیعه ایست که یا روایت 75 روزه یا روایت 95 روز. که اگر ما روایت 75 روز حساب کنیم، یهم که یکی ما ایام فاطمیه داریم، یکی دهه فاطمیه. ایام فاطمیه معمولا 3 روز است. مثلا اگر ما روایت 75 روز حساب کنیم، یک روز قبل از شهادت، روز شهادت روز و بعد روز بعد شهادت، اینه بگن ایام چی؟ فاطمیه. و در 95 روز هم میرخم، یک روز قبل، یک روز خودش و یک روز هم چی؟ بعدش. این رو خب میگن ایام فاطمیه. اما ای که دهه فاطمیه چه رقم حساب میشه؟ بعضیا 10 روز قبل از وفات، چه در 75 روز و چه در 95 روز، 10 روز قبل شروع میکنه، به روز شهادت و رحلت ختمش میکنه. بعضی ها بعد از روز رحلت میگیرن، 10 روز بعد دهه میگیرن، چه در 95 روز چه در 75 روز. و برخی های دیگه خدمتتون عرض کنم که قسمتی قبل از شهادت میگیرن و روز خود شهادت و بعد از شهادت، 4-5 روز قبلش، بله 4-5 روز قبلش و 4-5 روز بعدش. خب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها طبق روایت 75 روز خب در جمادی الاول است و طبق روایت 95 روز در جمادی الثانی است. بنابراین این دو تا ماه، و جالب است که باز در ماه جمادی الثانی بعدش ما ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم داریم. بله خیلی، چون دیگه سه‌شنبه و خیر که در خدمت عزیزان باشیم، روز 95 روز میشه، قبل 95 روز میشه. خیلی او کسایی که بر رسم دهه محرم، بلی، که از اول محرم شروع میکردن تا روز شهادت عزاداری‌ها بود،
خب الان در امون ایام قرار گرفتن بله، یعنی میتونم مثلا از شنبه شروع کنم، از شنبه که میایه که با سه شنبهش میشه روز شهادت میشه، شهادت میشه و 4-5 روز بعدش کلا این دهه رو میتونم بگیرن. بسیار عالی و چقدر خوب که به هر حال عزیزان ما که در سراسر بلاد زندگی میکنن بله. در کشور کشوری است که به هر حال ظاهرا علظاهر کشور اسلامی نیست، بله بله بله، ولی دغدغه اعتقاداتشون دارن بله. و انشالله که ما رو از دعایشان فراموش نکنند. مثبت 9370 4 نمبر آخر 0605 هموطن گرامی من از مراسم عزاداریشان استاد برنامه‌ای روان کردن، کلیپای روان کردن، خواستن که پخش شوه و ما درخواست کردیم از اتاق فرمان و همکاران ما، انشالله در صورت صلاح دید پخش خواهند کرد. تشکر میکنیم از شما، مهربانی کردین. مثبت 9377 78 میبخشید 4 نمبر آخر 5610 ایشان سوال کردن که اصطلاح مؤمن که در لسان روایات هست یا در آیات شریفه قرآن زیاد دیده میشه یا ای الذین آمنو گفته میشه، آیا همین لفظ مؤمن به گروه خاص اطلاق میشه یا نه؟ سوال خوبی است، سوال معارفی و سوال قرآنی است. خب قطعا برخی ها ممکن یک تصور داشته باشند که خب فقط مؤمنی که در قرآن اطلاق شده به گروه خاصی از مسلمانان مثلا تحت یک فرقه خاص یا مذهب خاصی اطلاق شده و بقیه ممکن از دایره ایمان چی باشن؟ خارج باشن. و حال اون که رقم نیست، چون ما در ادبیات قرآن در همی زمینه دو واژه داریم، یکی واژه مسلم که از اسلام گرفته شده و تسلیم، و یکی هم واژه مؤمن که از ایمان گرفته شده. اسلام است که انسان شهادتین را بگوید و معنی که انسان شهادتین را گفت خب مسلمان می شود، یعنی از دایره شرک بود پرستی و چیزهای دیگه خارج و در دایره اسلام و تسلیم در مقابل حضرت حق داخل می شود. اما ایمان مرحله بعد از اسلام است، بعد از اینکه انسان اسلام آورد، یعنی از نظر اعتقادی مسلمان شد و بعد از اینکه باز اسلامش قوت پیدا کرد، رسوخ بیشتری پیدا کرد، اعمال بیشتر و اعمال خالصانه بیشتری را انجام داد، کم 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 انسان میشه ایماندار و مؤمن، که البته باز خود مؤمنم دارای مراتبی درجات مختلفی داره. ما درازگویی نشه، بهتر است که یک سری به قرآن بزنیم، یعنی قرآن عثمان طه صفحه 515 بله. 49 سوره قرآن ده آیه 14 از زبان اعرابی که آمده بودند و خواستند پیغمبر منت بار کنند، که اینا بر پیغمبر منت بگذارن که ما چی آوردیم؟ اسلام آوردیم، ایمان آوردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا، آمدن که به اسلام حالت منت دادنی گفتن ما ایمان آوردیم. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر میگه بگو قل لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگوین ما اسلام آورده ایم، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، به حال اون که ایمان در قلب های شما داخل نشده. پس دیدیم اسلام یک مرتبه است و ایمان مرتبه دیگری است. و ان تطيع الله ورسوله، اگر اطاعت کنید از خداوند و اطاعت کنید از رسول خداوند، پس صرفی که انسان بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقط مسلمان است. اما ایمان که از زمانی که اطاعت باشه، اطاعت از کی؟ از خداوند، و اطاعت از رسول باشه. برخی اعمال میگن نه دیگه، ما فقط اسلام آوردیم و فقط محب اهل بیت هستیم و عشق میبرزیم به اهل بیت و همه کفایت میکنه. قطعا این کفایت نمیکنه، خودش خدای تبارک و تعالی میگه نباید انسان سخنی بگوید که مخالف با چی باشه؟ بله. قرآن باشه، و قرآن میزان است. خود ائمه گفته که کلمات ما را به قرآن عرضه کنید، اگر مطابق قرآن است خب سمعا و طاعتا، بله. وگرنه خود ائمه گفته فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید اینا را. پس میگه و ان تطیعوا الله و رسوله، اگر اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیز از اعمال شما کم نمیکنه. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده هم هست، ممکن انسان یک سری کارهایی کرده باشه، و رحیم هم هست، یعنی مهربانه. ای جالب
حالا ادامه چی میگه؟ انما المؤمنون، همانا به درستی فقط مؤمنون کسانی هستند، الذین آمنو، کسانی که ایمان بیارن به الله و به رسول خدای تبارک و تعالی، ثم لم یرتابو، خیلی ملکتی مهم است، سپس لم یعنی هیچ وقت، یعنی یک تایم بسیار کوچیکرم شک نکنه، بوده اند یک لحظه شک داده، یک لحظه شک نکنه، بوده اند در طول تاریخ که خود مسلمانان و برخی از نزدیکان گفتن چی شدی وعده ای که خدای تبارک و تعالی داده بود در جنگ حنین مخصوصا، شاید کسایی در مقامات بالا بله یک دهه تو در جنگ حنین گفت چی شد این وعده ای که خدای تبارک و تعالی به ما، یعنی شک کردن، پس لم یرتابو، نباید انسان شک کنه، و جاهدوا باموالهم، به اموال خودشان چی جهاد کنن، جهاد به اموال خود چه رقم اساسا این صاحب نیست که بهترین مال خودش انسان در اختیار فقیر یا مستمند قرار بده، اون مالی که قرار از شهرداری و شهروالی و در شغالی بتیم خوب را دگده مش نگده چیزی بده که جهاد نیست، و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، ای اشخاص میشه چی؟ مؤمن. پس میشه. اگر کسی ای شرایط و ویژگی ها درش موجود باشه او مؤمن است، اگر اینا نباشد دیگه او ایمان نداره، ولو خدمت تا نرز کنم که برخی از القاب یدک بکشه و خودش به برخی از فرقه ها منتسب کنه و بگه مثلا ما فلان نفر هستیم. بسیار عالی، تشکر استاد محترم. یک عذرخواهی ما به اصطلاح از عزیزان بیننده من داشته باشیم که به خاطر قطعی که در برنامه به وجود آمد، خب از بدی های برنامه های اینترنتی هم نیست، خوبی خود زیاد داره، ولی خب بعض وقتا مشکلات تکنیکی پیش میاد، عذرخواهی میکنیم از شما به خاطر قطع شدن برنامه برای لحظاتی. میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بخش دوم برنامه احکام به وقت بیداری، همراه ما باشید. اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد المهدي فاطمیه فاطمی تر می شویم، شیعه محبوب حیدر می شویم انشاءالله. سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده، مهمان لحظات شما خوبان هستیم. بیننده محترمان به نمبر مثبت 93744406 شون سوال کردن که اگر قرار باشد کسی در گوش نوزادی از آن اقامه بگه و او شخص زنی باشه که در زمان عادت ماهوار باشه، آیا کدام حکم خاصی داره میتونه یا انجام بده یا نه؟ و قبل از یک سوال دیگه اگه ما بگیم که کلا همی فلسفه همی از آن گفتنی در گوش بچه ها یا نوزادان چیست؟ سلام مجدد خدمت سلام. شما و خدمت بینندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب حسینی عزیز، یکی در گوش کودک از آن گفته میشه و بعدش هم اقامه گفته میشه، خب این در وهله اول آشنا ساختن با توحید، آشنا ساختن با نبوت، آشنا ساختن با امامت و بقیه معارف طرف ممکنه بگه بچه چی میفهمه، کسی شاید میگه او بچه یک روزه روح انسان متوجه میشه، حتی خود همین کودکم متوجه میشه، او که ما متوجه نمیشیم. البته خب ما این انتظار رو نباید داشته باشیم که او چیزی که ما فعلا برای فعلا همین رقم ما متوجه میشیم و اون رقم چی شوه متوجه شوه، نه اون رقم نیست. حتی دیده شده برخی از اوقات
که کودکان نسبت به برخی از اسما و برخی از آهنگ ها عکس العمل از خودشان چی میتن؟ نشان خوی داله برای که تأثیری در او چیه داره. حالا ما وارد داستانهای گپا نمیشیم. لم اطلب العلم من المهدی. بله. کنایه است ولی خب قطعا یعنی همو هم تأثیر داره. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، تسبیح میگویند خدای تبارک و تعالی آنچه در آسمان و زمین است. البته خب چی رقم تسبیح میگه؟ ما تصور ما برای که مثلا تسبیح دست تسبیح رو بردار یکه یکه بگه الله اکبر الله اکبر، این رقم نیست. تسبیح ها مختلف هست. تسبیح یعنی پاک و منزه هست پروردگار و خالق جهان. پس بنابراین تأثیر خودش را داره و چی بهتره که اولین کلمات از توحید و نبوت و خدمت شما عرض کنم امامت باشه به گوشی اشتوک و کودک ما. البته خب فرمودند که این کار باید یک کسی باشه که متقی باشه، پرهیزکار باشه، سنی ازش گذشته باشه، دارای تجربه باشه و نفس تأثیر داره جناب حسینی. یعنی خود کلمات از کجا می برایه قطعا این تأثیر داره. مثلا نمونش تأثیر شما در طبیعت می بینیم که بادی اگر از بوستان بیایه خب قطعا با خودش چی میاره؟ بوی خوش میاره. و اگر قرار باشه همی باد از یک جایی بیایه که اونجا مزلبه باشه و کثافتی باشه خب قطعا بوی متعفن با خودش میاره. پس بنابراین وقتی که صوتی یا آهنگی از زبان و کلام شخصی متقی میایه بیرون، علاوه بر اینکه خود از او کلام تأثیر داره، نفسی بزرگوارم تأثیر داره. لذا قدیم الایام همین رقم بود که مثلا پیش پتر کلانا می بردن، پیش یک انسان بسیار متقی و پرهیزگار می برد تا انسان متقی و پرهیزگار در گوش نوزاد زمزمه کنه. البته اگر خب کسی نباشه ولی خانم باشه هیچ اشکالی نداره و در عادت ماهواره اگر باشه بازم اشکالی نداره. ولی وجه احسنش ایست که اگر انسانی که بله شرایط بهتر داشته باشه. شاید به ذهن عزیزان بیننده ما سوال بیاید که خب چی در مورد کسایی که برای یک میت که از دنیا رفته در گوش و تلقین میخوانن؟ خب همینطور من سوالش این دارم که کسی که از دنیا رفته 60 سال 70 سال بعد اگر عقاید زندگی کرده شاید به توحید آیا اعتقادی داشته یا نداشته، ولی خب این کلماتی که به او که از دنیا هم رفته در تلقین داده میشه یه مثل همو میتونیم بگیم اثر گذار خواهد بود؟ علاوه بر اینکه که ما در سنت رسول مخبول صلی الله علیه وسلم هم داریم که یعنی میشه با مرده سخن گفت. درسته که مرده خودش قالب توهی کرده ولی روح مرده که بالاخره زنده است و خدای تبارک و تعالی خالق روح است و روح فعلا زنده. یعنی ما قائل به فنا شدن و از بین رفتن روح نیستیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با اونایی که در جنگ بدر از مشرکین کشته شدن خود داخل چاه بدر انداخته شدن و بعد پیامبر رفت سر چاه و با اونا سخن گفت. گفت چطور است شما میگفتین که ما بر حق هستیم و شما میگفتین که ما مسلمانان نابود میکنیم، فعلا خودتون در حال نابودی هستین و نابود شدین. و اتفاقا میگه برخی از اصحاب گفتن چطور تزلزل و شک شدن که پیامبر با مرده سخن میگوید. خب ولی مرده درسته مرده اما روح از اونا میشه. بنابراین ما وقتی که به میت تلقین میدیم روح میت حاضر و ناظر است و کار از محکم کاری عیب نمیکنه. کار از تکرار برش مشکل خلق نمیشه دیگه. البته خب ما نبودیم در او، یعنی ما و شما تجربه نکردیم که در او هنگامی که روح از بدن میبرایه چه اتفاقی برایش میفته. دیدین بعضی وقتا مشکلات و گرفتاری ها اینقدر زیاد میشه میگه بخی من نام خود چی کردیم؟ فراموش کردیم. آدرس خانه خود برای خود انسان چی میکنه؟ حالا ما خود نبودیم تجربه نکردیم ولی ممکنه چی داستان و چه سختی در اون لحظه ای که روح از بدن انسان چی جدا میشه چه اتفاق میفته. خدای تبارک و تعالی عالمه. ممکنه این تلقین بله تسکینی باشه، تسکینی باشه یا یادآوری باشه. به هر حال ما که نبودیم که تجربه کنیم ولی آنچه از طرف پیامبر گرامی اسلام که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، از روی هوا و هوس سخن نمیگوید بلکه از روی آنچه که وحی میشود بر او میآید به ما میگوید. پس بنابراین آنچه از طرف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده سخن گزاف نیست بلکه دارای تأثیر است و تأثیر شگرف و عالی.
بسیار عالی، انشاءالله که مراحل سکرات ما برای همه ما بینندگان عزیزم آسان باشه اگر جز مؤمنین واقعی باشیم. مثبت 98 992 92 61 چهار نمبر آخر. چون سوالشون است که کسی اعتقاد داشته که در سفر نماز مغرب هم باید قصر خوانده شود. البته کاش که بیننده عزیزمان میگفت که چرا هم قصر خوانده میشه، یعنی چهار رکعتی که باشه خود دو رکعت خوانده میشه، نصف میشه، یا یه سه رکعتی یک و نیم خوانده ایره یا دو خوانده. مدت دو سالم ایشان در سفرهایشان نمازهایی رو که قصر میخونده، نماز مغرب هم قصر میخونده و آری هم ایشان به رحمت خدا رفته. تکلیفش برای بازماندگانش است. جایی بسیار تأسف جناب حسینی صاحب بزرگوار که کسی در کشور و شهر اسلامی زندگی کنه ولی از این قدر بیگانه باشه که کل مسلمانان، یعنی که میگیم کل فرق اسلامی، هیچ کدام قائل بر این نیست که نماز صبح یا نماز مغرب چی شه و اینا قصر شه، فقط نمازهای چهار رکعتی قصر میشه. ولی برای فعلا علی کی به این گفته، چه رقم گفته، کجا بوده، خدا یخلص این نگفته که در کدام ده بوده یا کدام راه دور بوده، چی گپ بوده. به هر حال ولی هیچ کس قائل به این قضیه نیست و فعلا بر عهده بازماندگانش هم چیزی نیست، چه پسر بزرگتر باشه، دختر باشه، زن باشه، هر کسی باشه، به عهده از اونها کسی، به عهده از اونها کسی چیزی نیست. و اگر چه خوب اگر اینا میخواین لطف کنن، بزرگواری کنن، از نظر اخلاقی کاری بکنن، خب میتونن نمازهای از اونها قضایش بخونن، ولی بر عهدهشون چیزی نیست. اون کسی که نماز قضا به گردنش هست میتونه بخونه دیگه، کسی که باقی مانده است چیزی به گردنش واجب نیست. این قضیه که حتی الا و لابد باید من نمازهای زور دو ساله زور قضا کنه، ولی اگر اخلاق و معنویت و خدا و پیغمبر و قیامت فکر میکنه، خب میتونه بخونه و هیچ اشکالی هم نداره. حالا استاد در کنار سوال شدی سوال بیه که در اون میگن که نماز قصر پدر به گردن فرزند کلان است، حالا این نمازی که خوانده میشه به خود فرزندم چیزی میرسه یا نه؟ کلو ثوابی که از خواندن از بم روح ما یک مثال، البته در مثال مناقشه نیست، خب ما یک مثال برای شما میزنم. مثلا قرار بوده پدر شما هر صبح کاری سپورت کنه، ورزش کنه، مثلا بدوه یا مثلا یک کار دیگه ای بکنه، یا بره مثلا در سباحه و شنا، اما این پدر این کار انجام نداده، واجب کرده به گردن شما که شما حتما این سپورت باید چی کنی؟ انجام بدی. من از شما سوال میکنم جناب حسینی، آیا این به نفع شما هم هست یا نیست؟ بله قطعا. قطعاً به نفع شماست. پس قضا کردن عبادات کسی دیگه اگر برای او بنده خدا مثمر الثمر باشه، برای این شخص که فعلا قطعا مثمر الثمره. البته اگر به عبادت و ای که بخونیم رد شود، نه از گردن از گردن نه، اگر واقعا نماز بخونه قطعا نماز، از صلات قربان و کل تقی، نماز مایه به اصطلاح پیشرفت و بالا رفت هر انسان مسلمانی است. قطعا تاثیر داره، امروزش تاثیر داره، نمازش تاثیر داره، حجش تاثیر داره، کربلا و همه چیزش مؤثر برای انجام دهنده هم هست. بسیار انشاءالله که یک رقم باشه که نماز قضایی نمانه. بله که باز بعد از اون بهی فکر کنن که چی کسی را بخونه. مثبت 98 992 82 60 چهار نمبر آخر. بیننده عزیزمان از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن که من 5 سال در ایران زندگی کردم و فعلا مبلغ 100 میلیون تومان به پیسه ایران در بانک ذخیره کردیم، آیا به این پیسه خمس تعلق میگیره یا نه؟ خب قطعا پیسه ای که ذخیره شده باشه و سال برش گذشته باشه، مثلا 100 میلیون تومانی که گفتن، اگر برای سال گذشته باشه قطعا چی داره؟ خمس داره، یعنی یک پنجمش میشود خمس. البته بنده خدا به خاطر از اینکه اگر ممکنه فشار سرش بیایه میتونه مراجعه کنه به دفتر عموم مرجعی که ازش چی داره تقلید داره و خب حساب کنه با اونا، دستگردان کنه که فعلا اونا اجازه تصرف در این مال را بدن، بعدا خودش خورد خورد و چکه چکه ای را پرداخت کنه که فشار سرش نیاید. سال علی پیسه رو خواهی کم کم ذخیره کرده، حالا بعد از 5 سال به این مبلغ رسیده. نگاه هر مبلغی که بر او سال بگذره، یک سال یعنی بنده از ابتدای مثلا اول حمل وقتی شروع میکنم به کاسبی کردن،
تا حمل سال دیگه پیسه ای که دمی مدت گذشته در اول حمل تا اول حمل دیگه برای خمس چی میگیره؟ تعلق میگیره. ولی اگر بنده اول حمل کاسبی شروع میکنم، هی کاسبی میکنم، میخورم، خانه میخرم، کارهای دیگه انجام میتم، تا حمل سال آینده چیزی نمیمانه. یا اگر میمانه خیلی چیزی قابل اعتنای نیست. البته در موقعی قابل اعتنای نیستم خمس داره، پس اگر باقی ماند خمس داره، اگر باقی ماند چیزی خمس نداره. بسیار عالی. تشکر میکنیم از همه بینندگان عزیزمان که مهربانی میکنن و به تماس میشن و سوال رای میکنن به پل ارتباطی خودتان مثبت 964-780-255-4013 به نمبر واتساپی برنامه. و یک عذرخواهی هم میکنیم از اون کسانی که برای سوال رای میکنن و زمان برنامه اجازه نمیده و ضیق میشه، یکان وقت خود ما سعی میکنیم که از آن به خصوصیشان جواب بتن. همین رقم میشه. بسیار ما سوالات زیادی داریم ولی تا این برنامه رو به اتمام است. تشکر میکنیم از شما بزرگوار تشریف آوردین و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. انشالله ما را در جلسات آینده هم همراهی کنید. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. خدای را نگهدارتان.